در آستانه 45مین راهپیمایی روز جهانی قدس، تجاوز نظامیان صهیونیست و شهرک نشینان علیه مسجد الاقصا و فلسطینی ها در ماه مبارک رمضان شدت پیدا کرده و طی چند روز اخیر اگرچه مسجد الاقصا صحنه یورش نظامیان صهیونیست بوده است، اما جوانان فلسطینی با انجام عملیات در سرزمین های اشغالی 1948 و کرانه غربی که بیانگر حضور و امیدواری همه آحاد ملت فلسطین در نبرد آزادی سرزمین‌های اشغالی است، ثابت کردند فلسطین همچنان علی‌رغم خیانت برخی حاکمان عربی زنده است و ملت مقتدر فلسطین با اعتقاد به فرهنگ شهادت و مقاومت تا تحقق حقوق مشروع و آرمان‌های خود ایستاده اند و مبارزه می‌کنند. از طرفی خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان موجی از اعتراضات مردم سراسر جهان را به همراه داشته تا با راهپیمایی و سردادن شعارهایی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی خواهان توقف استبداد صهیونیست‌ها بر علیه فلسطینیان شوند. بی‌تردید تثبیت و نهادینه شدن قدرت مقاومت خانه عنکبوتی صهیونیست‌ها را بیش از هر زمان دیگری سست نموده و زوال و فروپاشی رژیم اشغالگر، نجات پرست و کودک کش تلاویب همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند بسیار نزدیک است. سید صلاح فحص، نماینده گروه مقاومت لبنان در ایران، درباره اهمیت روز قدس و اتفاقات اخیر در مسجد الاقصا به قدس آنلاین میگوید: روز قدس یک روز هست که تو ذهن مردم بمونه، تو ذهن آدم هایی که دنبال حق و حقیقت بمونه، زنده بمونه. اگر روز قدس نبوده، قدس زنده نمیمونه. این باعث شده قضیه فلسطین زنده بمونه. ما از این دشمن اسرائیل، این دشمن به قول امام موسی صدر شر مطلق و به قول امام خمینی غده سرطانی هست، میخواد کل کشورها خراب کنه تا بتونه خودش برای خودش یک کشور یهودی ایجاد کنه و منطقه تفرقه کنه. مطمئن باشید نمیتونن، به جایی نمیرسن. حتی اگر خیلی از دولت ها، رژیم ها باعث به توافق و عدی سازی بکنند، اما ملت ها به خاطر این روز، روز قدس، قضیه فلسطین زنده خواهد موند تا فلسطین و قدس آزاد بشه. ما اعتقاد داریم که به قول آیه کریمه یا بنی اسرائیل ستعلون فی الارض مرتین، که بعدا ساقط خواهد شد این دولت صهیونیستی. این دشمن نمیتونه تو جایی که غریبه هستشو ادامه زنده بمونه. این اصلا یعنی خلاف طبیعت هست و هرچی خلاف طبیعت، هرچی مونده آخرشو نابود میشه و آخرشو برمیگرده به کسانی که حقشون هست، به فلسطینی ها. این قضیه نه فقط قضیه اسلامی بلکه قضیه انسانی هست. هر انسان آزاد و شریف باید برای این قضیه اهمیت بدهد. امام خمینی این روز ایجاد کرده، ما میدونیم روزها اوائل کسی اهمیت نمیداد، اما الان میدونیم تو کل جهان تظاهرات ایجاد میشه، راهپیمایی ایجاد میشه، کل جهان، کل ملت ها، مسلمان و غیر مسلمان، برای این روز اهمیت میدن و حق فلسطینی ها همیشه تو ذهنشون هست به خاطر این روز. و این روز باعث شده که اسرائیل همیشه با علی رغم کل توطئه هایی که ایجاد کنه، علی رغم که این ترامپ که ایجاد کرده توافق قرن، این چیزها باعث شده که هیچ چیزی برای خودشون به ضررشون باشه. و انشاءالله در آینده
اسرائیل نابود خواهد شد و حق به صاحبانش برگردد.